و درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز جمعه. جمعه دوم فروردین است و 22 مارس است و اولین جمعه سال 97 رو در خدمت شما نازنینان هستیم و میریم سراغ آقای آلبرت بوتساز. عرض ادب و احترام میکنیم، مجددا سال نو مبارکی میکنیم و در حقیقت تشکر میکنم از آقای آلبرت به خاطر همه همراهی هاش در طی این سالها و براش در این آغاز سال نو آغاز آرزوی بهترین میکنیم. آقای آلبرت درود میفرستم به شما و برات بهترین ها رو در حقیقت آرزو میکنم در این آغاز بهار و آغاز سال 98. من هم با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگانتون در سراسر دنیا نوروز خوبی رو، سال خوبی رو برای همگان آرزو میکنم. امیدوارم که در این سال حداقل دنیا قدری نگاه دیگری به ما ایرانیان داشته باشه و بتونیم اون چیزی که شایسته همه ایرانیان در سراسر دنیاست اون رو به دنیا نشون بدیم، نه اون اتفاقاتی که یا حداقل برداشت‌هایی که امروز راجع به ما ایرانیان میکنه. بفرمایید. دقیقاً. ممنونم ازت. بسیار آرزوی نیک و پسندیده است. اجازه بده که از مهمترین خبر روز ماجرای تپه‌های جولان آغاز کنیم. آقای ترامپ این اعلام کرد که این تپه‌ها متعلق است به اسرائیل. و وقتی که خبرنگار فاکس نیوز که یک رسانه ایست که همراه آقای ترامپ هست، آقای ترامپ فقط اون رسانه رو میشناسه، بقیه رو فکسنی اعلام میکنه، ازش پرسید خبرنگار که خب شما آیا این یک کادویی بود با آقای نتانیاهو در این شرایطی که وضع انتخابات در اسرائیل است؟ چون گفت من نمیدونم اگه در اونجا انتخابات هست یا نه. یعنی ابراز بی اطلاعی کرد در حالی که این یه مهمترین موضوع رابطه آمریکا و اسرائیل، یه رابطه پیچیده و قدیمی است و اینکه اون میگه من نمیدونم در اونجا انتخابات هست، خب معلومه که یک حقیقتی رو پنهان میکنه. بپرسم از شما که این ماجرا چیه؟ آیا بعد از انتقال سفارت به اورشلیم آیا این قدم دوم است؟ آیا واقعا اینجور که میگوین کادویی است آقای نتانیاهو در این شرایط انتخابات پیش رو در اسرائیل؟ چیه اصلا؟ اساسا این ماجرای جولان یا گولان چی هست؟ بفرمایید تا بشنوید. به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های گولان، خب یک بمب دیپلماتیک بود که آقای پرزیدنت ترامپ اعلام کردن و در صحبتشان گفتن که حق کامل حاکمیت اسرائیل رو به رسمیت میشناسن. قبل از اینکه من وارد صحبت آقای ترامپ و عکس العمل حداقل ایران، سوریه و روسیه در اینجا بشم، چند دقیقه فقط راجع به این بلندی ها من صحبت بکنم و یک دید تاریخی رو بهش بنگریم که چرا اینا اصلا اهمیت داره و از کجا این مسئله پیش اومد. در جنگ شش روزه 1967، یعنی حدود 52 سال پیش تقریبا، زمانی که اسرائیل با اون حمله برق‌آسا نیروی هوایی مصر رو در واقع نابود کرد و تونست بلندی های گولان رو در اون زمان به دست بیاره، تا قبل از اون به خاطر اینکه سوریه بر این بلندی ها حاکم بود که قسمتی از کشور سوریه است در واقع، در حملاتی که توسط تک تیرانداز ها از این بلندی ها به آبادی ها یا شهرک های اسرائیلی زیر می کردن، خب همیشه ترس و مقداری زندگی نادرستی در اون منطقه برای اسرائیلیا بود. در واقع مرز اسرائیل و سوریه در کنار این دریاچه یه که تقریبا در پایین این بلندی ها قرار داره. در جنگ 1967 اسرائیل موفق شد که این بلندی ها رو به دست بیاره و در واقع در جنگ یوم کیپور 1973
به خاطر اینکه نیروی دفاعی اسرائیل آمادگی رو نداشت و حداقل آمریکایی ها من فکر میکنم در زمان نیکسون و کیسینجر اطلاعات نادرست رو در اختیار اسرائیل گذاشتن و اسرائیل آمادگی حمله نظامی از جانب سوری نداشت، این بلندی ها رو مجددا کشور سوریه به دست آورد. ولی در حملات بعدی که در چند روز بعد جنگ انجام شد، اسرائیل مجددا این بلندی ها رو به دست آورد و در واقع وارد اون قسمت دیگر از خاک سوریه هم شد که بعد از 1970، یعنی در یکی دو ماه بعد با اعلان ترک محاسمه، اسرائیل اون مناطقی رو که در پایین تپه های گولان هست به سوریه برگردون، به این شرط که اونجا منطقه غیر نظامی اعلام بشه و همین منطقه است که الان مورد در واقع مسائل ناراحتی اسرائیل، نگرانی اسرائیل نسبت به نزدیک شدن حزب الله و نیروهای ایرانی به اونجا. در هر حال زمانی که اسرائیل در 1973 مجددا این بلندی ها رو در دست میگیره، به طور مداوم بین نخست وزیران و دولت های متعدد اسرائیل، مختلف اسرائیل، همیشه صحبت برگرداندن این بلندی ها به کشور سوریه بود، به خصوص بعد از زمانی که انور سادات اون قرارداد معروف صلح خودش رو امضا کرد. یک اتفاق دیگه هم در اون بعد از اون قرار صلح افتاد و اون این بود که در سال 1981 اسرائیل به طور یک جانبه حاکمیت، یعنی بلندی ها رو به خودش تعلق داد و در واقع این منطقه رو از جزوی از خاک خودش به نظر آورد و قانونی رو در مجلس اسرائیل گذراندن به نام قانون گولان که این منطقه رو در واقع به اسرائیل متعلق. در اون زمان آقای رونالد ریگان که رئیس جمهور آمریکا بودن از این مسئله سخت نگران شدن و ناراحت شدن، به خصوص در همون زمانی بود که در واقع چند سالی از انقلاب ایران می‌گذشت و شاید دید و برداشت سیاسی آمریکا در اون زمان متفاوت بود و آقای رونالد ریگان برای اینکه عکس العملی در مقابل الحاق این بلندی ها به اسرائیل کرده باشن، قرارداد اتحاد استراتژیکی رو که چند ماه قبل با اسرائیل امضا کرده بودن لغو کردن و در اون زمان مناخم بگین نخست وزیر اسرائیل بود که ایشون هم با لحن بسیار ناراحت کننده ای در مقابل دوربین ها قرار گرفت و به در واقع کاری که آقای رونالد ریگان کرده بودن اعتراض کرد. این تاریخ چه این بلندی ها بود و از اون زمان به بعد، از زمان مناخم بگین به بعد، تمام دولت هایی که در اسرائیل به کار اومدن، حتی تا زمانی که قرارداد اسلو تنظیم می شد، همه نخست وزیران من جمله خود آقای نتانیاهو که امروز در سر کار هستند، با دولت سوریه در حال مذاکره بودند که این بلندی ها رو برگردونن و در واقع دولت سوریه تا زمانی که حافظ اسد زنده بود، پدر همین بشار اسد که در سال 2000 فوت شد، تا اون زمان از تمام نخست وزیران با سوریه مذاکره می کردن که اینجا رو برگردونن، با وجود اینکه به اسرائیل ملحق شده. ولی نکته که اینجا حساس بود این بود که شرط اسرائیل برای برگرداندن این بلندی ها جدا شدن سوریه از حزب الله و جمهوری اسلامی بود و برای علوی های سوریه که بر سر کار بودن این یک امر بسیار بسیار مشکلی بود. این مسئله کوتاه تاریخیه که در واقع در بلند که تاریخچه بلندی های گولان رو نشون میده. منطقه بسیار بسیار سبز و پرباران و برف هست و اکثر در واقع مواد غذایی زراعتی در اونجا کاشته میشه. جمعیت اینجا تعداد زیادی نیست آقای بهبهانی، اکثر اونها الان خودشون رو در واقع شهروند اسرائیل کردن، یعنی سیتیزن کشور اسرائیل کردن و در واقع بزرگترین شماره اعراب اونجا حدود 27 هزار نفر عرب دروزی هستن که اونها هم باز خودشون رو اسرائیلی حساب میکنن و در واقع تابعیت اسرائیل رو قبول کردن. این از نقطه نظر جمعیت این بلندی ها. بنابراین اهمیت این بلندی ها کاملا استراتژیکه و اهمیت این بلندی ها برای کشور اسرائیل بسیار بسیار مهمتره تا کشورهای، یعنی کشور سوریه. خب این بمب دیپلماتیک که آقای ترامپ در واقع دیروز اعلام کردن
که البته برای من و خیلی ها جای تعجب بود که خب اگر آقای نتانیاهو هفته دیگه میان در کاخ سفید مهمان آقای ترامپ هستند، چرا آقای ترامپ تصمیم گرفت این خبر رو الان اعلام بکنه و بغل آقای بنجامین نتانیاهو نیسته که در واقع اون اثر بیشترش رو داشته باشه؟ خب من فکر میکنم بله، این یک هدیه‌ای بود و هدیه‌ای بود که آقای پرزیدنت ترامپ تصور اینو کرده بودند که اگر در کنار ایشون بایستند و این خبر رو اعلام بکنن برای مطبوعات اسرائیل، مطبوعات داخلی اسرائیل و کسانی که نمیخوان با آقای نتانیاهو رأی بدن و طرفدار آقای نتانیاهو نیستن، سخت‌تر باشه و شاید اونها بتونن تعداد دیگر متقاعد بکنن که به آقای نتانیاهو و حزب لیکود رأی ندن. من فکر میکنم دلیلش اینه که ایشون زودتر این مسئله رو اعلام کرده و الا خب هفته آینده آقای نتانیاهو میان برای کنفرانس ایپک و دیداری هم با آقای پرزیدنت ترامپ خواهند داشت. در کنار این مسئله من فکر میکنم که غیر از حالا مطبوعات اسرائیلی گفتن که آقای ترامپ پاپا نوئل هستن، پاپا نوئل آقای نتانیاهو که منظور همون هدیه‌ایه که در واقع آقای ترامپ دادن به آقای نتانیاهو، من فکر میکنم که دفتر انتخاباتی آقای نتانیاهو و دفتر کاخ سفید هماهنگی کامل داشتند که این مسئله رو اعلام بکنن. زمان اعلام تصادفی نبوده اصلا، در واقع تمام این اعمال یعنی یک هماهنگی فوق‌العاده صمیمی و نزدیک رو میتونید از این نتیجه گیری بکنید. این هماهنگی فوق‌العاده و صمیمی رو که میگم به این معنی که در واقع طرفین در حال صحبت کردن برای این مسئله بودن. من هفته گذشته در برنامه مراقبه مونی خیلی سریع اشاره کردم که وزارت امور خارجه آمریکا کلمه اکوپیشن به عنوان سرزمین‌های اشغالی رو از روی تکست زمان صحبتشون یا زمانی که خبر پخش میکنن وزارت امور خارجه آمریکا دیگه به این بلندی ها به عنوان سرزمین های اشغالی نگاه نمیکنه و این در واقع پیش درآمدی بود برای صحبت های آقای پرزیدنت ترامپ که دیدیم که عملی شد. بنابراین من فکر میکنم که یک حرکت کامل سیاسی بود و اگر نگاه بکنیم به مسئله گولان، بلندی های گولان غزه نیست و کرانه رود غربی اردن هم نیست. در واقع اگر دولت آمریکا، آقای پرزیدنت ترامپ این کار رو می‌کردن یا نمی‌کردن از نقطه نظر من تأثیری برای اسرائیل نمی‌کرد. فقط مسئله اینه که در واقع به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل در واقع این عمل رو برای آقای نتانیاهو انجام بده که یک پیروزی دیپلماتیک بین‌المللی رو در واقع به دست آورده و این برتری آقای نتانیاهو رو نسبت به رقیب سرسختش آقای گنتس داره نشون میده. و من فکر میکنم که حالا نمیخوام بگم تمامی، ولی تقریبا اکثریت شهروندان اسرائیل اهمیت این بلندی ها رو میدونن که تحت هیچ شرایطی نباید این بلندی ها به سوریه تحویل داده بشه، به خصوص در موقعیت امروز که سپاه قدس و حزب الله در نزدیکی های مرز گولان هستند. عکس العمل هایی که پیش اومده من فکر میکنم باز هم تصادفی نیست. خب در واقع ولی آخر ماجرا اینه که سازمان ملل چندین ده قطعنامه در مورد گولان تا حالا صادر کرده، گرچه که اسرائیل به هیچ کدوم از این قطعنامه ها وقعی نمیگذارد و اهمیت نمیده، ولی به هر حال جامعه همطور که شما هم در مقدمه گفتید و حتی در دوران رؤسای جمهوری پیشین چه در دوره انور سادات و غیره همیشه این رو متعلق به سوریه میدونستن و حتی اروپا هم نسبت به این موضوع اعتراض داره، پوتین هم اعتراض کرده، ولی آقای ترامپ مثل این که اصلا براش اهمیتی این موضوع ها نداره، فقط اونجوری که اینجا در آمریکا رسانه ها مطرح میکنن این در حقیقت میخواد یک مفری رو ایجاد کنه برای آقای نتانیاهو. راجب آقای گنز هم گفتید که ایران مدعیه که تلفن رو هک نکرده، آقای نتانیاهو اصرار داره که این انجام شده و خیلی مسائل سری و محرمانه رو ایران به دست آورده. اینا رو کنار هم دیگه قرار میدی خیلی موضوع
پیچیده تر میشه. میخوام شما اگر صحبت از آسیب دیپلماتیک برای اسرائیل صحبت میکنید، اگر نظرتون اینه که آیا این عمل آسیب دیپلماتیک، صدمه دیپلماتیکی برای اسرائیل خواهد داشت، خب این رو میدونیم که اروپا این مسئله رو تایید نخواهد کرد. این رو میدونیم که خب مخالفت های از تهران و آنکارا و مسکو، به خصوص آقای پوتین که در واقع اون طریقه که ایشون میخواسته اعلامیه مخالفت خودشون رو انجام داده. ولی آقای بهبهانی، این رو در نظر بگیرید که عمل آقای ترامپ یک علامتی به روس‌ها بود برای اینکه به اینها بگن ما حتی اگر در اون قسمت هم در واقع فعال نیستیم، فعالیت نظامی نداریم و حضور نظامی سنگینی نداریم، باز هم میتونیم تصمیم گیرنده مسائلی باشیم که روی منطقه تاثیر میذاره. به نظر من این اعلام به رسمیت شناختن رو مسائل منطقه تاثیر بسیاری خواهد گذاشت و تاثیری که به نظر من میذاره به این دلیله که باز هم این مسئله آقای بهبهانی برای تقویت کشور اسرائیل و موقعیت آقای نتانیاهو بوده. و این مسئله با ورود هفته آینده ایشون در کنفرانس اوپک، ببخشید در کنفرانس ایپک که میان و دیداری که با آقای نتانیاهو میکنه، به خصوص اینکه آقای پامپئو و آقای نتانیاهو و آقای معاون وزیر، معاون رئیس جمهور آمریکا آقای پنس در کنفرانس ایپک صحبت خواهند کرد، من فکر میکنم که آقای نتانیاهو بسیار بسیار از این مسئله در واقع خوشحاله، بسیار در واقع دفتر انتخاباتیشون مسئله رو میفهمه که چه اهمیتی داشته. ولی بالاتر از همه اینها مخالفان و رقبای آقای نتانیاهو هم آقای بهبهانی نمیتونن صحبت‌های آقای پرزیدنت ترامپ رو تایید نکنن، باید تایید بکنن، برای اینکه مسئله بسیار بسیار حساسیه. من فکر میکنم اتفاقی که میفته این که میبینیم حالا دیگر یک دو روز آینده اروپایی‌ها به شدت با این مسئله مخالفت خواهند کرد که از همین امروز صبح شروع کردن. چند کشور اروپایی شرقی و چند کشور آمریکای لاتین که رابطه نزدیکی با آمریکا و اسرائیل دارن این مسئله را تایید میکنن. ولی این به رسمیت شناختن آقای بهبهانی، به رسمیت شناختن اورشلیم نیست. اینها من فکر میکنم یه مقدار خالی از محتواست، برای اینکه اون بلندی‌ها 52 سال در دست اسرائیل بوده و باز هم باقی خواهد. ولی اساس این مسئله من فکر میکنم آقای ترامپ چشم به انتخابات 2020 در سال 2020 در واقع ایالات متحده دارن و در اینجا خواستن که اگر دست کمکی به آقای نتانیاهو دادن و آقای نتانیاهو تونست دولت آینده اسرائیل رو در واقع تشکیل بده، ایشون هم آقای نتانیاهو رو میارن مجددا اینجا یا سفر مجددی به اسرائیل خواهند کرد که اون اونجلیست های طرفدار آقای پنس و مسیحی های انجیلی در واقع رأیشون رو از این گروه کوچک نکنن. بنابراین یک مسئله قرض سیاسی بوده که به همدیگه دادن و انجام شده. اما در رابطه با این مسئله که شما در ابتدا گفتید که آقای ترامپ گفتن که من هیچ اطلاعی ندارم که در اسرائیل انتخابات هست، خب من فکر می‌کنم ایشون با درست صحبت نکرده، ولی این رو من یک دخالت غیر مستقیم در انتخابات می‌بینم. این مسئله میتونسته بعد از انتخابات اعلام بشه، میتونسته به طریق خیلی دیپلماتیکی انجام بشه، یعنی که از طرف وزارت امور خارجه آمریکا بیاد، ولی خب آقای ترامپ این اجازه رو به کسی نخواهند داد. اما این مسئله حک کردن که ایران میگه ما درش در واقع سهمی نداشتیم، کار ما نبوده، من فکر میکنم آقای بهبهانی اتفاقی که افتاده اینه که این برنامه از طرف در واقع یک کشور دیگه یا یک عده دیگه انجام شده. حالا ممکن این اطلاعات رو به ایران فروخته باشن، ولی برای کسی که رئیس صدات ارتش اسرائیل بوده و در بالاترین مقام ارتشی اسرائیل خدمت کرده و مقام لوتنت جنرال داره و کسی که بالاترین مقام ارتشی رو داره، من فکر نمی کنم آدم احمق و نادانی باشه که اطلاعاتی رو روی تلفن دستی خودش داشته باشه که بتونه موقعیت. بله این آقای نتانیاهو مدعیه، خودمون آقا که چنین ادعایی نداره، میگه چنین چیزی وجود نداره، ولی آقای نتانیاهو مرتب بر این طبل میکوبه. اون میگه اون هم به خاطر مسائلیه که آقای نتانیاهو حداقل براشون پیش اومده. یکی از مسائلی که آقای گنس و گروه بنی گنس و گروه سفید آبی در اسرائیل پیش آوردن اینه که آقای بنجامین نتانیاهو دستور خرید چند زیردریایی رو از آلمان میده
و یکی از این شرکت هایی که فولاد صادراتی به آلمان میفرستاده شرکتی هست در اسرائیل که متعلق به پسرعموی آقای بنجامین نتانیاهو و آقای نتانیاهو در معاملات سهامی که در اینجا کردن در استاک مارکت اسرائیل کردن که متعلق به این شرکت و فروش آهن به آلمان برای ساخت این زیردریایی داشته، آقای نتانیاهو نزدیک به 4 تا 5 میلیون دلار در سهام استفاده کردند. و این نکته بود که هفته پیش آقای گنت بالا آوردن و اینو بهش اشاره کردن، در مطبوعات اسرائیل اشاره بهش شد و گفتن که پلیس باید به این مسئله، دادستانی باید به این مسئله نگاه بکنه. خب من در اینجا میگم که مسئله اعلام این بلندی های گولان برای این بود که آقای نتانیاهو از این مسئله ترسیده بود و با اون مسائلی که در اون پرونده 1000 و 3000 داره دیگه نمیخواست مسئله دیگری براش عنوان بشه. ولی من اطمینان دارم در هفته آخر انتخابات این پرونده، این مسئله مجددا توسط مخالفان و رقبای آقای نتانیاهو بیشتر کوبیده خواهد شد روی این تبلی که ایشون 4 تا 5 میلیون دلار استفاده کردن روی این در واقع شرکتی که متعلق به پسرعموشون هست. بنابراین ایشون هم اشکال داره و در واقع اگه این مسئله حک کردن رو بخوایم پروندهش رو بذاریم کنار، به این نتیجه میرسیم که در واقع این زمانی که این صحبت پیش اومد این مسئله باید به طور خیلی سری و در واقع مخفی انجام میشد. چطور به دست روزنامه نگاران و مطبوعات اسرائیل و یکی از خبرنگاران این خبر رو پخش کرد؟ برداشت من بر اینه که یک نفر از دفتر آقای نتانیاهو این مسئله رو لیک کرده، درج داده به این خبرنگار و اون خبرنگار که حداقل میدونیم چطور بعضی از خبرها به دست این اون میفته، خب این خبرها رو پخش کردن. برابر این زیاد رو این مسئله حک کردن آقای بیبانی من اهمیتی بهش نمیدم، برای اینکه حداقل اتفاقی که امروز افتاده اینه که تاثیر آنچنانی در نظرسنجی ها در دو نظرسنجی مختلف گرفتن تاثیر زیادی هنوز روی آقای گنتس نذاشته. بنابراین انتظار مسئله دیگه یه بمب دیگر هم این وسط داشته باشیم. خب بسیار خب، حالا یه پرسش پیدا میشه و اونی که اگر در این انتخابات واقعا آقای نتانیاهو برنده نشه، اون وقت فکر میکنی که شرایط به چه سمتی میره با توجه به این که خب معلومه که مثل روز روشنه که آقای ترامپ این مسائل رو صرفاً به خاطر دوستی که با آقای بیبی دارد، نتانیاهو دارد، این کارا رو کرده. فکر نمیکنی که اگر آقای گنز برنده بشه در این انتخابات اون وقت ماجرا شکل دیگه‌ای به خودش بگیره؟ اگر اشاره شما به مسئله بلندی های گولان هست و به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل برای این بلندی هاست، خود آقای بنی گنتس که رقیب اصلی ایشون حساب میشن و آقای لپید که در واقع این دو نفر رهبران این حزب جدید هستند و اگر پیروز بشن و بتونن دولت رو تشکیل بدن، آقای بنی گنتس برای 2 سال اول نخست وزیر خواهد بود و آقای لپید برای 2 سال بعد، و هر کدوم که نخست وزیر نیستن وزیر امور خارجه میشه. مسئله که پیش اومده اینه که یک نظامی و رئیس ستاد ارتش اسرائیل به مراتب به اهمیت بلندی های گولان آگاهه و آقای گنتس این رو میدونه، به خصوص اینکه دو نفر دیگری که در این حزب با آقای گنتس در واقع همکاری میکنن، یکشون آقای موشه یعلان وزیر دفاع سابق و رئیس ارتش اسرائیل بوده و نفر بعدی آقای اشکنازی هستن که ایشون هم قبل از آقای گنتس رئیس ستاد ارتش اسرائیل بودن. بنابراین شما دارین راجع به 3 نظامی که در جنگ ها شرکت کردن و هر 3 اینها به اهمیت و مسئله استراتژی که بلندی های گولان اطلاع دارن. بنابراین این 3 نفر با خبری که آقای پرزیدنت دونالد ترامپ گفتن هیچ مخالفتی ندارن. زمان درج این خبر، زمان اعلام کردن این خبر برای اونها اهمیت داره، اونم زمانیه که نزدیک به انتخابات اسرائیل و اونجایی که نمی کنه در اصل ماجرا که فرقی نمی کنه که حالا من اساسا روابط رو دارم میپرسم، نه اینکه صرفا راجع به این بلندی ها باشه یا نباشه.
آخه این اشخاص هستن که روابط رو تشکیل میدن آقای بیگانی. در واقع این رابطه که بین این گروه پیش خواهد اومد، یعنی برنامه که آقای ترامپ پیاده کردن و دیدیم که حتی آقای پامپئو در اون سفری که برای از کویت و بیروت و نمیدونم تل‌آویو انجام دادن، اورشلیم انجام دادن، خب اون هم باز یه پیش درآمدی بود برای این مسئله. بنابراین اشخاص هستن که رابطه ها رو تشکیل میدن و نکته که اینجا وجود داره اینه که کاری که آقای ترامپ کرده، حالا اگر هدیه بوده برای آقای نتانیاهو، ولی در واقع برای موقعیت کشور اسرائیل این مسئله بهتر بوده و آقای گنس نمیتونه بیاد بگه که نه خیر، ایشون فقط به خاطر مسئله انتخاباتی این کارو کرده. بنابراین حتی آقای ترامپ با کنترلی که رو صحبتاشون ندارن، من فکر میکنم حداقل این مسئله رو توییت کردن و اجازه ندادن که کسی بخواد ایشون رو مورد زیر سوال ببره. ولی در رابطه با اون دو نفر و حزب مخالف من فکر نمیکنم که اصلا تأثیری داشته باشه. دلیلش هم اینه که آقای بهبهانی، اونها میدونن که اکثریت شهروندان اسرائیل میخواستن که آمریکا این مسئله رو انجام بده و به رسمیت بشناسه. بنابراین در رابطه آقای گنس و اون حزب جدید سفید و آبی تأثیری روی رابطه اینها نخواهد گذاشت، به خصوص اینکه این حزب جدید رو تأسیس میگه ما حاضریم با گروه های مذهبی هم ائتلاف بکنیم که دولت رو تشکیل بدیم. ولی نظرسنجی ها هنوز هم این حزب رو بین 32 کرسی تا 35 کرسی داره اعلام میکنه و آقای نتانیاهو رو بین 26 تا 28 کرسی. بنابراین اگر به همین روند این انتخابات انجام بشه و تغییری در این شمارش پیش نیاد، یا هر دوی اینها حتی با یک کرسی، منظورم اینه که آقای بنجامین نتانیاهو و حزب لیکود با 30 کرسی و آقای گنس و حزب سفید آبی با 31 کرسی در واقع برنده بشن، قوانین انتخاباتی اسرائیل میگه کسی که بیشترین کرسی رو داره باید اجازه تشکیل دولت رو داشته باشه و ایشون 2 هفته وقت خواهند داشت که دولت رو تشکیل بدن. اگر تونستن دولت رو تشکیل بدن و به 61 کرسی برسن، بله. اگر نه، اون وقت نوبت آقای نتانیاهو خواهد شد و آقای نتانیاهو من فکر میکنم شانس بهتری خواهد داشت. البته هنوز وقت زیادی آقای بهبهانی، هنوز هم اتفاقات دیگری میتونه بیفته، هنوز هم مسائلی هست که شاید حداقل بله پیش خواهد آمد. بفرمایید. بسیار ممنون. ولی من نمیبینم، من فکر میکنم خیلی ماجراها پیچیده تر خواهد شد. اما بریم به سفر آقای پومپئو. این سفر چه هدفی رو دنبال میگیم؟ میخواییم ناتوی عربی بر علیه ایران تشکیل بدیم. اینا حرفای نمیدونم چی اسمشو بذارن، ناتو، نورت اتلانتیک هم فلان است. آخه کشورهای عربی به نورت اتلانتیک چه ارتباطی پیدا میکنن؟ اینا رو نمیفهمم. میشه توضیح بدین شما؟ سفر آقای مایک پامپئو از کویت شروع شد، بعد به اورشلیم و در مرحله آخرم به بیروت، در بیروت تموم میشه. اهمیت این سفر آقای بیمانی فقط به همون کشور کویت و لبنان است. یک، کووید در این مسائل حداقل تشکیل ناتوی عربی یا مسائلی که در واقع بر جلوگیری از در واقع مسائل ایران در منطقه است، کووید هیچ وقت قسمتی از این مسائل نبوده، یعنی عربستان سعودی رو همراهی نکرده. و در واقع سفر ایشون به بیروت و به لبنان تماما و صرفا روی این مسئله بود که به ارتش لبنان و به در واقع دولت لبنان، حالا اگر دولتی در اونجا هست، اطلاع بدن که ما حاضریم که به شما سلاح‌های نظامی و تعلیمات نظامی بدیم و شما باید کاری بکنید که حزب الله در واقع از اون قدرتی که تصور میکنید داره، ما حزب الله رو بذاریم کنار. و این اتفاقی بود که آقای پامپئو با این سفر خواست انجام بده. البته من مسئله ورود ایشون به اورشلیم و رفتن دیوار ندبه با آقای بنجامین نتانیاهو رو فقط مثل نظر تبلیغات سیاسی برای کمک به آقای نتانیاهو میدونم. ولی در بین این سفر زمانی که آقای پامپئو وارد اورشلیم شدن، یک مسئله بسیار مهمی انجام شد. یعنی در واقع اگه من بخوام بگم این سفر راجع به برای چه دلایلی انجام شد، به سه دلیل بود. دلیل اول خطر ایران و تهدید ایران در منطقه، دلیل دوم انرژی و دلیل سوم مسائل دیگر منطقه بود. خطر ایران که خب می‌دونیم
جمهوری اسلامی در این فکر هست که از تهران تا حالا از خلیج فارس تا مدیترانه یک امپراتوری کوچکی برای خودش درست بکنه، که در این امپراتوری دو هدف هست: یک، مسئله حداقل عوض کردن شکل و قیافه اکثریت در واقع مسلمانان هست، منظورم اینه که خب این جنگ عقیدتی که با سنی ها دارن، و مسئله دوم در واقع قدرتیابی خودشون و دستیابی ایران و پخش مسئله انرژی، و اینجا خیلی بسیار مهمه مسئله انرژی. در این سفر آقای پامپو زمانی که وارد اورشلیم شدن مذاکرات رو کردن با رهبران قبرس و یونان و اسرائیل، و این مسئله انرژی از اینجا پیش میاد که در واقع تا چند سال دیگه اسرائیل قادر خواهد بود اکثریت انرژی اروپا رو تامین بکنه، که در واقع منابع انرژی که در دریای مدیترانه بین قبرس، یونان و اسرائیل هست میتونه این کار رو انجام بده. و مسئله که اینجا پیش میاد اینه که آیا آمریکا این مسئله رو از اسرائیل این پشتیبانی رو داره انجام میده که در واقع مقداری از اون دیپندنسی اروپا رو به روی نفت و انرژی روسا کم بکنه، یا حداقل هر دو، یعنی هم روسها و هم ایران رو کمتر بکنه، که من فکر میکنم بله. ولی مسئله دیگه که آقای پامپو در این سفر مورد بررسی قرار دادن، که حالا مسائل منطقه‌ای و خطر و تهدیدات ایران از نظر من یکیه، در واقع مسئله خروج نیروهاست، به خصوص این که حداقل اورشلیم و مسکو به این نتیجه گیری رسیدن که نیروها بعد از اونجا خارج بشن، و مسکو اعلام کرد هفته پیش که آقای پوتین دستور دادن که تمام نیروهایی که در اونجا هستن به غیر از هواپیماهای روسی در واقع از سوریه خارج بشن، و فقط کمتر از 1000 نفر رو در سوریه نگه دارن که بتونن از این هواپیماها اگر مسئله پیش بیاد انجام بده. یکی از دلایل دیگه که آقای پامپو مذاکرات کردن با آقای نتانیاهو به خاطر عکس‌العمل ترکیه است نسبت به در واقع مسائلی که داره پیش میاد. من فکر میکنم که غیر از اون مسئله‌ای که من گفتم، تلاش برای تقویت موضع سیاسی نتانیاهو، مجددا آقای پامپو وقتی که رسیدن اورشلیم به طور خصوصی و علنی تعهد آمریکا را در دفاع از اسرائیل و در واقع حق اسرائیل برای دفاع از خود اعلام کردن. خب اینم یک صحبت‌های دیپلماتیکی که همیشه انجام میشه، ولی من فکر می‌کنم اتفاق دیگری هم افتاد در اینجا، و این اتفاق که از نقطه نظر من بسیار بسیار حساس بود، مسئله وارد کردن دو قطب، یعنی کویت و لبنان، به این مسئله است که در واقع اگر اتحاد کامل نباشه، اون چیزی که حالا شما ناتوی عربی میگین، البته منظور از ناتوی عربی من فکر میکنم بنز کافی راجبش صحبت شده، نیروی خواهد بود که قادر باشه در مقابل تحریکات هر کشوری در خاورمیانه بتونه یک عکس‌العمل سریع نشون بده، که البته اگر این مسئله انجام بشه اکثر این نیروها از نیروهای نظامی پاکستان و از نیروهای نظامی مصر خواهند بود، که در واقع کاری رو که آمریکا زیر صحبت‌های آقای نظر آقای ترامپ و آقای پامپو دارن انجام میدن مسئله سرمایه‌ایه که باید کشورهای عربی برای دفاع از خودشون در واقع تشکیل بدن. قسمت اطلاعاتی این مسئله از طریق اسرائیل خواهد بود، قسمت نفراتی از طریق پاکستان و مصر خواهد بود، و در واقع اون هواپیماهایی که کشورهای آبراهای خلیج فارس در اختیار دارن، حالا از قطر گرفته تا امارات و بقیه، اونها میشن در واقع کور اصلی این گروه عربی، و این گروه باید در واقع در یکی از این کشورها که من فکر میکنم امارات خواهد بود مستقر میشه، و از اونجا میتونه در یک حالت خیلی سریع در هر منطقه که احتیاج هست شروع به دخالت بکنه، که منظور البته همین مسئله حوثی هاست، منظور همین اتفاقاتی که در سوریه افتاد برای 7-8 سال گذشته، و دیگه اون اشکالاتی رو که پیش اومد و نیروهای مختلفی پیش اومدن در واقع جلوگیری از اونها بشه. و من فکر میکنم دلیل اهمیت اولیه اون اینه که آمریکا میخواد مطمئن بشه دیگه نیروی یا حداقل دستگاهی به عنوان داعش یا شبیه داعش و القاعده در این منطقه ها در واقع رشد پیدا نکنه، و این نیروی واحد و مستقل عربی بتونه
جلوی تمام تهدیدها رو بگیره و اجازه نده که کسها یا گروههایی بیان و دوباره خاورمیانه رو اینطور به هم بریزن، که البته من فکر میکنم باز همین مسائل تماما به نفع آمریکا انجام شد. حالا ممکنه به ضرر کشورهای عربی بود، ولی خب برای آمریکا حداقل مسئله رو پیش نیاورد و اجازه داد که اون جنگی رو که از سپتامبر 11 شروع شده بود در واقع به خاورمیانه کشیده بشه و تئاتر جنگ در اونجا شکل بگیره و انجام بشه. بفرمایید. ممنون از شما. اما ماجرا میدونم ماجرای روسیه است و صحبتایی که پوتین میکنه در مورد خروج نیروها از سوریه، در حالیه که ایران اصلا طرحی برای این موضوع نداره و حتی آقای ترامپ دوباره بخشی از نیروها رو در سوریه جابجا کرد. این ماجرای خروج نیروها و صحبتایی که آقای پوتین میکنه رو چجوری شما میبینی این صحنه رو؟ دستور خروج این نیروها که توسط آقای پوتین در واقع صادر شد، باید با اتفاقی که در سوریه هم افتاد بررسی بکنیم. و اون سفر وزیر امور خارجه روسیه به سوریه بود که بعد از اون رئیس ستاد ارتش عراق و رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به سوریه رفتن و در همون زمان یک هیئت از طرف لیگ عرب، لیگ کشورهای عرب، مجدداً وارد سوریه شد که هدف اون در واقع دعوت سوریه به بازگشت به لیگ کشورهای عربی که در تونس در ماه آینده انجام شد. هدف روس‌ها و خروج پرسنل نظامی دستور بر اینه که فقط هواپیماها بمونن و در این وسط یه مقدارم کانفیوژن، یه مقدارم اشتباه پیش اومد و تمام هواپیماهای سوخوی جنگی روسا برگشتن به مسکو و در اونجا بود که اینها متوجه شده بودن که فرمانی که از مسکو صادر شده بود، از کرملین صادر شده بود، اشتباه بوده و این هواپیماهای سوخو مجددا از مسکو برگشتن و در همون پایگاه قرار گرفتن. مسئله ایران و مسئله ترکیه و مسئله روسیه و مسئله نیروهای آمریکایی که شما اشاره کردین در اونجا موندن به این دلیل آقای بیبانی که سه در واقع نقطه مرزی بین سوریه و کشورهای دیگه وجود داره. این در واقع سه گذرگاهی که وجود داره، یکی گذرگاه التنفه که در واقع نیروهای آمریکایی در اونجا هستن 2000 نفر و حالا هنوز چند صد نفرشون موندن اونجا. گذرگاه دیگه گذرگاه الربیعه است که در واقع کردها دارن این رو محافظت میکنن، اون هم به خاطر اینکه داعش رو بیرون کردن و در واقع که داعش، گروه داعش از اینجا وارد سوریه میشده. و سومین گذرگاه گذرگاه القیامه. این گذرگاه القیام در واقع گذرگاهیه که نیروهای اسد، نیروهای سوریه، نیروهای وابسته به اسد در اونجا هستن و میخوان این گذرگاه رو باز بکنن و این گذرگاه در واقع گذرگاهی خواهد بود که اون هدفی که ایران داره، هدفی که تهران داره که از در واقع اون شاهرا رو باز بکنه که از تهران به بیروت برسن، در واقع از این منطقه انجام خواهد شد و از اینجاست که اشکال شروع میشه و روس‌ها نمیتونن کاملا سوریه رو ترک بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه غیر از مسئله این گذرگاه، مسئله ادلب هم هست. همونطوری که ما در برنامه گذشته بهش اشاره کردیم، شهر ادلب هنوز در اونجا چند هزار نفر از نیروهای داعشی یا حداقل وابسته به داعشی ها در اونجا هستن و در واقع ترکیه از اینها محافظت میکنه و طبق قراردادی که یا حداقل صحبتهایی که آنکارا با مسکو داشت، نیروهای سوری و نیروهای روسیه به شهر ادلب حمله نکردن و در واقع اون تنها شهر بزرگ سوریه که امروز در دست نیروهای وفادار به اسد و دولت دمشق نیست، در واقع شهر ادلبه. و نکته از همینجا شروع میشه که حالا اگر راجع به تصمیمات تهران بخوایم صحبت بکنیم که نیروهاشون رو میخوان در سوریه نگه دارن، خب اگر نیروها همه بخوان خارج بشن که نیروهای ترکیه هم باید خارج بشن، نیروهای وابسته به ایران هم باید خارج بشه. من نمیتونم ببینم که حالا چه تهران اعلام بکنه چه آنکارا اعلام بکنه، به هیچ وجه من الوجود این نیروها و این در واقع نیروهای نیابتی از اونجا خارج بشن. دلیلش هم به اینه که حداقل ترکیه و ایران خودشون رو رقیب
همدیگر میبینن و در این منطقه که امروز حداقل میتونن این نیروها رو داشته باشن، به خصوص از احساساتی که در واقع نیروهای ببخشید سیاست دولت ترکیه نسبت به کردها هست و کردها رو همیشه مشخص میکنه که اینها در واقع میتونن دشمنان ما باشن، و در واقع کشور ایران که همون پالیسی و همون سیاستی رو که در واقع در لبنان پیاده کردن، منظورم غیر بحثی کردن سوریه است، چون در لبنان پیاده شد و حزب الله شیعه تونست اونجا رو در واقع کنترل بکنه، همون سیاست رو آقای بهبهانی میخوان در اینجا در سوریه پیاده بکنن. و میدونیم که 22 میلیون جمعیتی که در سوریه بودن امروز به 11 میلیون تبدیل شدن که اکثر اونها به کشورهای دیگه پناهنده شدن، و این سیاستیه که در واقع در اونجا میخواد انجام بشه. حالا هر چقدر آقای نتانیاهو میخواد خوشحال باشه از این مسئله حق حاکمیت اسرائیل بر گولان، من نمیتونم ببینم که کسی بتونه گروه یا این حداقل سپاه قدس رو از سوریه بیرون بکنه یا حداقل این گروه های نیابتی، برای اینکه آقای بهبهانی در سوریه برنامه هایی داره انجام میشه و سرمایه گذاری که سپاه قدس و بقیه دستگاه های ایرانی در اونجا کردن فقط راجع به حضور نظامی ایران یا حضور نظامی نیابتی ایران نیست. سرمایه گذاری هایی که سپاه کرده برای دور زدن تحریمات هم هست، تشکیل شرکت هایی که در سوریه بود، در دور قبل ترکیه مورد استفاده قرار گرفت و این دفعه سوریه مورد استفاده قرار گرفت، برای اینکه تهران هنوز امید داره که اگر تا پایان 2020 بتونه دوام بیاره، شانس اینکه آقای ترامپ شکست بخوره و دوباره کسی بیاد که بتونه تحریمات رو عوض بکنه بسیار بسیار زیاده. بنابراین من خروج نیروهای سپاه قدس رو یا گروه هایی که نیابتی هستن در اونجا رو نمیبینم و من فکر میکنم این وضع ترکیه، ایران و روسا در تا پایان سال 2020 حداقل به همین نحو باقی خواهد. بفرمایید. بله درسته، منم با شما همراه هم در این قضیه. اما بذارید برگردم دوباره به داخل آمریکا و حال رفتار آقای ترامپ یه رفتار عجیب و غریب است و دوباره داستان کره شمالی و بازگرداندن تحریم هاست. این رو چجوری تعریف میکنه؟ آقای ترامپ گفت همه رو حل کردیم و من با این رابطه عاشقانه دارم و دوباره بازگرداندن تحریم ها و دارای دفتری که دفتر روابط کره شمالی و جنوبی بوده، کره شمالی از این دفتر خارج شد. شرایط رو چجوری تعریف میکنه؟ شما گفتین که حرکات آقای ترامپ عجیب و غریبه، برای اینکه ایشون آدم عجیب و غریبی هستن و اگر برگردین به صحبت‌های ایشون، صحبت‌های کاندیدا ترامپ در 2016، اون چیزایی که گفتن دارن انجام میدن به همون نحوی که unpredictable، که در واقع شما نمیتونین پیش بینی بکنین که ایشون چه صحبتی رو میخوان بکنن، مثل همین صحبتی که در یکی دو روز گذشته کردن یا در همین دیشب کردن که در رابطه با مسئله ایپک حزب دموکرات ضد اسرائیلی و ضد یهودیه. بنابراین این صحبت ها از دهن ایشون پیش میاد. اما در رابطه با کره شمالی به نظر من مسئله کمی جدی تره. آقای ترامپ امروز متوجه این مسئله شدن که آقای رهبر کره شمالی چیزی که از ایشون میخواسته بگیره فقط یک مسئله امتیازی بوده، بدون اینکه امتیازی رو بخواد به آمریکا بده. آقای پرزیدنت ترامپ بدون گذر از مسائل و در واقع پروتکل سیاسی که در واقع وقتی دو رهبر با هم دیگه ملاقات میکنن، یعنی اینکه مسائل و نکاتی که مورد اختلاف دو کشور هست مورد بررسی قرار گرفته و حل شده و طرفین حاضر هستن که این مسائل رو کنار بذارن و امضای قرارداد در اونجا حق همدیگر رو ملاقات میکنن، رهبران دو کشور میرن که امضا بکنن و در واقع سند تاییدی که کارمندان وزارت امور خارجه، دیپلمات ها، حالا وزیر امور خارجه یا هر کسی که انجام داده رو در واقع ثبت بکنن. این اتفاقی که در یک پروتکل درست سیاسی و رابطه با کشور دیگه انجام میشه. اما این دفعه آقای ترامپ خودشون مذاکره کردن. توجه کردید که ایشون از روز اول رفت اونجا که من میخوام با ایشون مذاکره بکنم. وقتی رسیدن در اونجا
دیدند که در زمانی که در هانوی بودند، در کره، در بخش، در کشور ویتنام بودند، وقتی که آقای رهبر کره شمالی گفتند که ما حاضر نیستیم که تمام مسائل اتمی خودمون رو کنار بذاریم بدون اینکه شما اول تحریمات رو بردارین، در اونجا بود که مسائل شکست. این مسئله که باید گفته بشه، آقای پرزیدنت ترامپ در رابطه با کره شمالی و تصمیم دیدار دو دفعه با رهبر کره شمالیشون شکست خوردن، اشتباه کردن ایشون در کارشون، برای اینکه به سخنان دیپلمات هایی که قبلا با این رهبر کار کرده بودن و حداقل در رابطه با کره شمالی تجربه داشتن گوش نکردن، و به خاطر همین دلیل این مسئله پیش اومده. و امروز آمریکا چاره‌ای جز تحریمات رو کره شمالی هست آقای بهبانی، تحریمات جایی نرفته، اون تحریما هست. کره شمالی تقاضا داره که این تحریمات برداشته بشه و آمریکا میگه که خیر، شما اول باید به ما این تعهد رو بدید که تمام این مسائل رو میخواد کنار بذارید. زمانی که کره جنوبی از اون در واقع دفتر سگانه که تشکیل شده بوده کنار میره، این به این دلیل نیست که کره جنوبی نمیخواد رابطه‌شو با کره شمالی بهبود ببخشه. کره جنوبی میخواد این کارو بکنه، ولی به خاطر حضور نظامی آمریکا و به خاطر اینکه کره جنوبی یکی از متحدان آمریکا در اون منطقه هست، نمیتونه کاری رو انجام بده که در واقع باعث ناخوشایندی کشور آمریکا بشه، به خصوص از نقطه نظر مسائل تجارتی و اقتصادی که بین دو کشور هست. بنابراین من در اینجا نمیتونم ببینم که این دو کشور میتونن با هم دیگه کنار بیان و برای کره شمالی تنها در واقع حربه ای رو که در مذاکرات داره، تنها سلاحی رو که در مذاکرات داره، در واقع این مسائل اتمی این کشور هست. درسته که امروز در از پارسال به این طرف که این مسائل شروع شده، این مذاکرات شروع شده، این آقا موشکی رو نفرستاده و در واقع کشور ژاپن در این مسئله بسیار بسیار خوشحاله، ولی مسئله که هست اینه که روش و رویه آقای ترامپ در این مذاکرات سیاسی، در این مسئله برخوردها از هیچ نوع پروتکل سیاسی دنبال نشده، دنبال نرفته. با وجود اینکه به ایشون گفته شده بود که به چه نحو باید مذاکره بکنه، آقای ترامپ همیشه میخواد که در واقع اون آس برنامه باشه و در واقع فقط نشون بده که ایشونه که همه کارا رو انجام داده. بنابراین من فکر نمی کنم تغییری در موقعیت کره شمالی پیش بیاد و این کشور به همین نحو باقی خواهد ماند، و اگر فشار این تحریمات به جایی برسه که در واقع نتونن دوام بیارن، اون زمانیه که یک دیدار دیگر رو خواهند کرد. من بر این ایمانم که دیدار دیگه انجام خواهد شد، یعنی یک دفعه دیگه آقای ترامپ سعی خواهد کرد. حالا ممکنه که این دیدار در سطح رؤسای کشور نباشه، در نقطه نظر آقای پامپو یا حداقل دیپلمات‌های پایین‌تر باشه، ولی یک دفعه دیگه این مسئله در واقع مورد آزمایش قرار خواهد گرفت، و بعد از اون زمانی که آمریکا فشار در واقع تحریماتش رو بیشتر خواهد بفرمایید. ممنون از شما. ارزم به حضور شما که این آقای ترامپ و این دو سال و اندی در مسند ریاست جمهوری بیش از خود ریاست جمهوری حاشیه داشته، و همین موضوعی که بیان کردید که ما میدونیم که یهودی های آمریکا بیشتر به حزب دموکرات علاقمندن، تعلق دارن، ولی اینکه آقای ترامپ و دار دستش ناگهان میگن که اینا ضد یهودن و ضد اسرائیلن، خب موضوع عجیب و غریبی است. اما بریم به مسئله آقای مولر و تلاش آقای ترامپ برای اینکه کار آقای مولر رو زیر سوال ببره. میخوام در این زمینه از شما بپرسم ببینم که چی فکر میکنی؟ آیا آقای ترامپ میتواند این موضوع رو به نفع خودش تغییر بده، یا اینکه صحنه پیش رو چگونه خواهد؟ بفهمید تا بشنوید. یک فرق اساسی آقای بهبهانی بین دادستان مخصوص مولر هست و اون دادستانی که در زمان آقای پرزیدنت کلینتون فعالیت میکردن. اون دادستان مستقل بود، ایندیپندنت پروسیکیوتر،
امروز ایشون دادستان مخصوص هستن، یعنی مستقل نیستن، که آقای مولر نمیتونن تصمیم مستقل بگیرن. اجازه تحقیقاتی بسیار بسیار بزرگی رو دارن، ولی در رابطه با این پرونده و نتایج این پرونده، آقای مولر تنها کاری که میتونه بکنه این رو در اختیار وزیر دادگستری میذاره. و امروز چون وزیر دادگستری جدیدی رو ما داریم، دیگه اون وزیر دادگستری سابق نیست که خودشون رو از این مسائل کنار کشیده بودن، بنابراین وزیر دادگستری در اینجا تصمیم میگیره که آیا این اطلاعاتی رو و تحقیقاتی رو که آقای مولر انجام داده به طور علنی به دست شهروندان آمریکا برسونه یا نه. این تصمیم دادستان، ببخشید، وزیر دادگستری آمریکا خواهد. اما در کنار اینها یک عامل دیگه هست و اون مسئله مجلس آمریکا است. مجلس آمریکا میتونه این اطلاعات رو سپینا بکنه، یعنی درخواست باز کردن و علنی شدن اینها رو این مسئله رو انجام بده. و در واقع مقام دوم که میتونه این کار رو انجام بده رئیس جمهور آمریکا است. یعنی ایشون میتونه به رئیس دادگستری دستور بده که اینها رو به طور علنی در واقع به شهروندان آمریکا، در اختیار شهروندان آمریکا قرار بده. در اون حالت زمانی خواهد بود که اکثر این مطالب به خاطر مسائل امنیتی، به خاطر مسائل ملی و به خاطر مسائل در واقع تحقیقاتی و سیستم دادگستری و سیستم FBI، اکثر این مطالب در واقع خط خواهد خورد، سیاه خواهد شد، ریترکت خواهد شد و در اون زمانی که اونها را در اختیار در واقع ملت قرار بدن. درست مثل همون مسئله که زمانی که کندی رو استسینت کردن، کشتن، و هر چند سالی یه سری از این مدارک رو آزاد میکنن و هر چی میاد بیرون که خط خورده است، اصلا شما نمیدونین چی هست چی نیست، یا در مسائل و سیستم های دیگر. بنابراین آقای پرزیدنت ترامپ میتونن این دستور رو صادر بکنن و اگر رئیس دادگستری ببینه که در واقع نباید مسائلی گفته بشه، اکثر اونها رو سیاه میکنن و در اختیار ملت قرار میدن و در واقع من فکر میکنم که چیزی به دست مردم نخواهد رسید. ولی باید این مسئله رو من بهش اشاره بکنم، زمانی که شما نگاه میکنین به اتفاقاتی که در پرونده آقای مولر میفته و ایشون میان اشخاصی رو مثل آقای منفورد رو چنان مورد اتهام قرار میدن که بیشترین، حالا حداقل زمان زندانی رو از نقطه نظر قاضی ها گرفته باشه، بعد شما میبینین که چطور از آقای جنرال فلین دفاع میکنن و نمیخوان ایشون زندان بره و در واقع مسائلی هست پشت پرده که من فکر میکنم خود آقای مولر هم یه سری پرفرنس های، یه سری در واقع ایده هایی داره و نمیخواد در واقع اتفاقاتی که افتاده رو به نحوی بگن که سیستم قضایی و سیستم دادگستری آمریکا رو مورد سوال ببره. منظورم در اینجا اینه که برنده آخر مسئله این نیست که رئیس جمهور آمریکا باشه یا ملت آمریکا باشه. برنده آخر باید سیستم قضایی و اعتمادی که ملت آمریکا به این سیستم قضایی و سیستم FBI و سیستم هایی که در واقع در اینجا هستن. چون یا تو نره آقای بهبهانی، ولی آخه آقای ترامپ درست عکس این رفتار، یعنی مرتب دیشب تا حالا میگه که این رفیق قومی آدم اینطوری بوده و کج بوده و کوله بوده، اینم رفیق اونه، بنابراین خبرهایی که این میده به درد نمیخوره، مردم اینا قلابی هست، این چاند نمیدونم از این چیزا مرتب. این صحبتیه که ایشون داره میکنه، داره آماده میکنه ملت آمریکا رو، طرفداران خودشون رو. اگر صحبت‌های در این داست، در این گزارش باشه که به نفع ایشون نباشه یا حداقل ایشون در اونجا زیاد ذی‌نفع نباشن و صحبت‌های برای ایشون گفته شده باشه، من بهتون گفتم، من اون موقع گفتم اینا همه دروغ، اینا همه اشتباهه. ولی خب آقای ترامپ فکر می‌کنن که آقای مولر نتونسته مسئله تبانی با روسیه رو در اینجا در واقع ارائه بده و به خاطر همین مسئله است که مجددا میبینید در اخبار که صحبت از پرونده های مالیاتی و اظهارنامه های مالیاتی آقای ترامپ داره میشه، که در واقع میخوان که ایشون مجددا اون اظهارنامه ها و پرونده های مالیاتی خودش رو باز بکنه که اگر بشه در اونجا شاید یه مقداری نزدیکی با روسا باشه. در حال آقای ببانید تمام اینها یک مسئله است و اون هم مسئله بازی های سیاسیه
و کدام طرف میتونن بیشتر و بیشتر این مسئله به نفع خودشون بکنن. در خاتمه این رو بگم آقای بیبانی، آقای مولر نمیتونه صحبت بکنه و از خودش دفاع بکنه، ولی آقای ترامپ میتونه صحبت بکنه و هر در واقع دفاعی رو که بخواد میتونه برای خودش ارائه بده. بفرمایید. و در این داستانی که اعلام کردی مثل آقای فلین، الان این آقای بیژن کیانه که بیشترین اتهامات به سمت او نشانه رفته، و خب الان شما میبینی که حتی آقای ترامپ برای انتخابات سال 2020 کمپین خودش رو خودش معرفی میکنه، یعنی رئیس اقتصادش خودشه، فایننسش خودشه، نمیدونم رئیس تبلیغات خودشه، همه چیز خودشه، یه نفر است. و خب میگن که چرا باید این شکلی باشه، و نمیدونم این ماجرای آقای کیان رو اول بگیم ببینیم که چی میفهمی. آیا واقعا این برای اینه که فلین رو از دور کنند از صحنه، یه نفر دیگر رو گناه کرد در بخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری، چجوریه داستان؟ جالب بود. آقای بیژن کیان یا بیژن رفیکیان شریک آقای فلین بودن و اینها یک شرکتی رو داشتن که این شرکت، این دفتر در واقع یک دفتر لابی بوده. اتفاقی که میافته اینه که من فکر میکنم با حداقل سابقه کاری که آقای بیژن کیان داشتن، من خیلی بعید میبینم که ایشون خیلی سرسری وارد این مسئله شدن و در واقع وقتی شریک میشن در اون شرکتی که به نام فلین اینتل کورپ هست، با وجود سابقه کاری ایشون که ایشون از رئیس بانک صادرات و واردات آمریکا بودن و در واقع جزو اعضای بورد این بانک بودن و از طریق در واقع پرزیدنت بوش ایشون مورد تاییدیه سنا قرار گرفتن، بنابراین من خیلی بعید میبینم که ایشون بیگدار به قول معروف به آب زده باشه و به خاطر چند صد هزار دلار پولی که حالا میگن اون سازمان شرکت فلین اینتل کورپ مبلغ 530 هزار دلار پول گرفته بوده که بیان تبلیغاتی رو در آمریکا انجام بدن که این آقای فتح‌الله گلان رو در اینجا بیرون بکنن، و در واقع ترک‌ها فکر میکردن که این سال 2016 این کودتا بر زیر نظر آقای فتح‌الله گلان بوده و این پول رو به این آقای فلین میدن و آقای کیان هم شریک آقای فلین بوده، در نتیجه ایشون هم مورد این اتهام قرار گرفته که اینها بیان این تبلیغات رو انجام بدن و یه کاری بکنن که این آقای فتح‌الله گلان رو برش گردونن ترکیه که مورد محاکمه قرار بگیره. اتهامی که با آقای بیژن کیان زدن، اتهام ایشون اینه که در واقع یک اکتی هست در آمریکا بهش میگن Foreign Agent Registration Act. Foreign Agent یعنی در واقع مامورانی که برای شهروندان آمریکا که برای کشورهای خارجی لابی دارن میکنن باید خودشون رو ثبت کرده باشن. قانون ثبت احوال خارجی هست که در واقع این اداره که این مسائل رو کنترل میکنه بدونن این شخص برای مثلا ترکیه داره کار میکنه و از اونجا پول گرفته، و اگر این مسئله انجام نشه خب امکان این که مورد محاکمه قرار بگیرن هست. وکلای آقای بیژن کیان میگن که این مسئله پرونده‌ای بوده که میتونسته از نظر دفتری رفع و رجوع بشه، یعنی که ایشون بیاد خودش رو مجدداً ثبت بکنه و با دادن و پرداخت یه مقدار جریمه از این مسئله بره کنار. پس بنابراین وقتی که ما میبینیم این مسئله به این نحو داره انجام میشه و در واقع اینجا صحبتی هست که آقای مایکل فلین شاهد اصلی در پرونده آقای بیژن کیان خواهد بود. البته سه نفر در این پرونده هستن، یکی آقای بیژن کیان، یکی خود آقای فلین هست و نفر سوم یک شهروند ترکیه به نام آقای کمیل الپتین، اگر من اسمش رو درست دارم میگم. در نتیجه این سن اون آقا قرار کرده رفته ترکیه و آقای فلین هم که شده میخوان که در واقع زندان نره، پس یه نفر باقی مونده و اون آقای بیژن کیانه و میخوان که تقصیرها رو سر آقای بیژن کیان بندازن. و حالا چطور و به چه نحو آقای مایکل فلین میخواد بیاد در اینجا شهادت بده و در واقع روزی که آقای بیژن کیان ظاهر میشن در دادگاه، وکلاشون میگن که نخیرشون بیگناه هستن و در واقع اون مسئله نات گیلتی رو اعلام میکنه.
من فکر میکنم آقای بهبهانی با توضیحاتی که من دادم و اطلاعاتی که شما و دیگران دارین، من فکر میکنم که آقای بیژنکیان بسیار بسیار باهوشتر از این بودن که اگر این مسئله از نقطه نظرشون یک مسئله تبلیغ بوده و کاری که تنها کاری که آقای فلین کرده اینه که در نیویورک تایمز یک مقاله رو نوشته و گفته که این آقای فتح‌الله گلان در واقع بله شخص اینطوری بوده و در مسائل ترکیه دخالت کرده بوده، این تنها عملیه که انجام شده. آیا عمل دیگری هم در این پرونده های دادگاهی هست که ایشون انجام داده؟ آیا ایشون در کار مسائل غیرقانونی دیگه مثل اون آقای منفورد بوده؟ جواب خیر، ایشون مورد اتهام کسی این کار انجام داده. بنابراین من فکر میکنم که همه اینها برای تمیز کردن و زندان نرفتن آقای فلین هست. البته من فکر نمیکنم که این مسئله به همینجا تموم بشه، برای اینکه قرار بود که محاکمه آقای بیژنکیان در 15 جولای شروع بشه ولی وکلا ایشون تونستن که 2 ماه دیگه اینو عقب بندازن و به سپتامبر 15 رسیده و وکلای آقای کیان دارن سعی میکنن که چون اسمی از آقای مایکل فلین در پرونده اتهامیه‌ای که بر علیه آقای کیان هست نبرده و ایشون رو فقط به عنوان شخص یک یا شخص دو دارن صحبت میکنن، وکلای آقای بیژنکیان دنبال این مسئله هستن که آقای فلین رو بیارن این تو و اون زمانیه که مسائل تغییر پیدا میکنه. چون زمانی که شما در این مسئله Foreign Agent Registration Act ثبت نام نکرده باشید به عنوان جاسوس حساب میشه آقای بهبهانی، و این مسئله‌ایه که فکر میکنم هیچ شهروند آمریکا، حالا چه ایرانی آمریکایی باشن چه آمریکایی باشن، بخوان مورد اتهام قرار بگیرن. بسیار ممنون و متشکر از شما، سپاس و صد سپاس از همه مهرت. بازم در این آستانه سال نو برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنینت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفتگو کنم. متشکرم آیال، ممنون از شما. با تشکر و بدرود. ممنون. فهد، شنیدین صحبت‌های آقای آلبرت رو؟ امیدوارم این صحبت‌ها نیست کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه‌ها مورد توجه شما نازنینان واقع می‌شود، مهر کنید و سایت میهن را هم به دوستانتون معرفی کنید، شبکه‌های اجتماعی رو دریابید، اپلیکیشن میهن رو دانلود کنید، کمک می‌کنه به شما. لینک ها رو لایک کنید و شیر کنید. مسئله مالی بزرگترین دغدغه ماست. خواهش میکنم در این زمینه همت کنید و اجازه بدید که این راه همراه شما به منزل مقصود برسد. ممنون از همه مهر.